سلام همه دوستان، دانیالم. امروز میخوایم که راجع به سوالی که اکثر بچه ها دارن صحبت بکنیم. تایپس اصلا چیه؟ حالا بزنین راجبش توضیح بدم. وقتی که میخوای بیای تایلند، قبل از اینکه اصلا هر کاری بکنی باید به سه تا چیز فکر بکنی. چیا هستن؟ پرواز، هتل، ویزا. در حالت عادی این سه تا چیز احتیاجه که آدم بتونه بیاد تایلند. یعنی شما موقعی که میرسی به لب مرز باید سه تا چیز داشته باشی که بتونی از پلیس تایلند رد بشی: پرواز، وچر هتل و ویزا. اینا رو داشته باشی میگن که آقا بفرما، اگه مشکلی نداشته باشی میگن که آقا بفرما. گذشت تا کرونا اومد. کرونا اومد و کلا همه چی کنفیکون شد. تایلند هم مرزشو بس مثل کشورهای دیگه و اینکه به شدت موارد قوانین خیلی سفت و سختی گذاشت و خیلی تونست کرونا رو تو حالا یکی دو تا موج اول تونست کنترل بکنه. دیگه اینا گذشت و کم کم به این نتیجه رسیدن که نمیشه مملکت اینجوری بسته بمونه، چون که تایلند کشوریه که اصلا بیس و پایش توریسته. یعنی توریست نباشه اصلا اقتصادی اینجا خیلی به هم میریزه، حداقل واسه قشر پایین. این شد که آقا تصمیم گرفتن که یه برنامه‌ای بچینن که کشور تایلند و مرزا رو باز بکنن، ولی با کنترل. یعنی به صورت بهینه و به صورت هوشمندانه سعی کنن که از پس این قضیه بر بیان. شاید شما ندینید ولی تایلندیا به شدت از کرونا میترسن. یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریبی بهتون بگم، اصلا یه چیزی که اصلا تا حالا ندیدین. اینا وحشتناک از کرونا میترسن و کلا کرونا واسه شون مسئله بزرگیه و خیلی هم بهش اعتقاد دارن. اینجا اصلا هیچ مشکلی و هیچ موزلی در مورد واکسن زدن نبوده، حتی نداشته از این گروه هایی که تو همه جای دنیا بوده مخالفان واکسن، اصلا اینجا نبوده. اینجا همه روز اول همه رفتن سری واکسناشون رو زدن. حالا بگذاریم، تایلند تصمیم گرفت که یه چیزی، یه برنامه ای پیاده بکنه که اون برنامه شد تایپس. قراره که راجع به تایپس صحبت بکنیم. پس از حالا به بعد هر کسی که بخواد بیاد تایلند، اگر به سه مورد احتیاج داشته، حالا مورد چهارم اضافه شده و اون تایپسه. قراره که حالا راجع به تایپس بدونیم. حالا میپرسین که تایپس چیه؟ تایپس اگه بخوام بهتون بگم چیه، در اصل یک QR کده. یعنی تایپس عملا یک QR کده که به شما اجازه میده که وارد تایلند بشید. یعنی با تایپس چک میشه که شما واکسن زدین، واکسنتون معتبر بوده، قراره که وارد قرنطینه بشین، جای قرنطینتون از قبل مشخص شده، چند تا دونه تست باید بدین، تستاتون مشخص شده و همه هزینه های اینا پرداخت شده، بیمه دارید، بیمه معتبر دارید، همه اینا انجام شده. خیلی از بچه‌ها میگن که آقا نیایم اینجا، ما رو مثلا راه ندن، بگن بیمت خوب نیست، بگن که تستاتو نگرفتی، بگن که واکسنت قبول نیست. نه، همچین مشکلی نیست. شما وقتی که تایپس داری، یعنی قبلا همه اینا چک شده توسط دولت تایلند و به شما اجازه اومدن داده شده، پس هیچ نگران این قضیه نباشید. ولی بحث اینه که گرفتن خود تایپس مسئله ایه که قرار امروز کلا اونو حلش بکنیم. پس بریم ببینیم که این تایپس رو باید چطوری اقدام بکنیم. پس وقتتون رو نمیگیرم و بریم پشت کامپیوتر و ببینیم که چی کار باید بکنیم و از کجا باید شروع کنیم. خب اولین کاری که میکنیم یه صفحه برای کارمون باز میکنیم و مینویسیم که تایپس. حالا ببینیم که چی برام میاره. بله، توی اولیش که برید tpconsular.go.th، حالا اینجا هر چیزی هست اینو کلیک میکنیم. خب اینجا میتونین که یه گزینه جدید اضافه شده که زمینی هم اگه بخوایم برین باید که داشته باشید. حالا اون تایپس رو سعی میکنیم که حالا ما میذاریم که هوایی میخوایم بریم. بعد اینجا باز حالا یه سری آخرین تغییرات، حالا آخرین خبرها میده که مهم نیست. میریم اینجا نشنالیتی انتخاب میکنیم، میبینید قطعا زده نون تای نشنال. اوکی، خب پس راجبه کسایی که خارجی، یعنی واسه خودشه که تایلندی ها میتونن سفارش بدن، یعنی میتونن بیان که حالا اونا هم تایپس میخوان. بالاخره میزنیم انگلیش لنگویج و اینجا باز میشه. ببینید الان اینجا لیستی از حالتهایی که میتونید شما وارد تایلند بشید رو میتونید ببینید. تست اند گو هست، travel from هر چیزی
خیلی زیاده. میتونید ببینید، میتونید توی وبسایت هم ببینید مثلا نوشته که چیا احتیاج داره. داکیومنتاشو باید چک بکنیم دیگه، مثلا نوشته پاسپورت و تای ویزا، حالا نوشته اگه حالا درخواست یا درخواستشو حداقل اگه دادین، مدرک واکسن رو حتما میخواد، وجه هتل پرداخت شده، حالا اینم بهتون میگم چطوری باید انجام بدین، و اینکه توضیحات کاملش رو داده. این بیمه نامه 20000 دلاری ما حالا قبلا که اومدیم 100000 دلاری بود، 20000 دلاری هم زده و اینو باید داشته باشین. به غیر از اونم طرح سند باکس هست که توی طرح سند باکس هم حالا سیستمات خودش رو داره، ولی ما این سری میخوایم بریم که راجب طرح مثلا به طور مثال تستنگو، چون که تستنگو خیلی منطقی تره که آدم با طرح تستنگو بیاد. حالا اینجا میتونید کار خیلی خوبی که میشه کرد قبل از حتی سفرتون، میتونید اینجا ببینید SHA Extra، یعنی شما میتونید لیست هتلایی که SHA Plus دارن، چون که اینو باید حتما بدونید هتلهایی که فقط سرتیفیکیت SHA Plus دارن میتونید براشون اپلای کنید، وچر بگیرید و بوک بکنید و بیاید. SHA نه، فقط SHA Plus. این خیلی چیز مهمیه. حالا اینجا میتونید سرچ بکنید دیگه، SHA Plus هست، حالا هر چیزی که بخواین رو میتونید سرچ بکنید. خب برمیگردیم به صفحه قبل. یه چیز دیگه که اینجا داره چک کانتری نوشته، یعنی شما میتونید در نظر بگیرید که چطوری، آیا به مثلا پاسپورت یا به اون کشوری که شما دارین اوکی هست یا نه. ببینید تقریبا همه جا رو شامل میشه دیگه تستنگو، یعنی شما هیچ مشکلی به تقریبا همه یه کشور رو اینجوری که من میبینم لیستش هست. خب میتونیم همین رو مثلا مقایسه کنیم با طرح سند باکس. مثلا توی طرح سند باکس یه جور دیگه است کلن سیستمش، اصلا شما میتونید انتخاب بکنید که کجا میتونید فرود بیایید. اوکی مثلا من پدر خودم که اومده بود طرح سند باکس رو براش انتخاب کرده بودیم و پوکت مثلا مستقیم قرار بود که بره پوکت دیگه، اونم شده بود که با طرح سند باکس اومده بود، اون موقع اصلا تستنگو نبود. چیکار میکنیم؟ سلکت میزنیم و میریم توی حالا این قسمتی که داره یه سری از این توضیحات خیلی ریز و درشت داره که باید استفاده بکنید. اگه دوست داشتیم بخونیدش، من حالا سلاشو ندارم. تیک میزنیم و کانفرم میکنیم. خب قطعا هدفتون از سفر رو میگه اول، ترافل مثلا به طور مثال از چه کشوری میایید، میزنیم ایران. میگه کجا وارد میشید، تایلند کدوم قسمتش وارد میشید، مثلا ما میزنیم بنکوک. میزنه که اینجا میپرسه که کدوم فرودگاه وارد میشید، مثلا دانموان داره، ما کلا سوانا بومی میزنیم، همون فرودگاه اصلی بانکوک. شماره پروازتون رو میتونید بدید اینجا، شماره پروازتون رو میدید و تاریخ اومدن یعنی تاریخ رسیدنتون و تاریخی که حدس میزنید که احتمالاً شما از تایلند خواهید رفتم وارد میکنید. اینجا اطلاعات پروازتون رو میزنید، به طور مثال من یه پرواز ترکیه میشناسم، میزنم TK873 میزنم. حتما باید شماره پرواز درست باشه، من یه چند بار زدم فکر میکنم که اشتباه، یعنی قبول نمیکرد، میگه اینجا که مثلا 4 رقم باید باشه، حالا هر چیزی بزنیم ببینیم میره یا نه. یه تاریخی میزنیم، ما داریم به طور مثال میزنیم، مثلا میزنیم که فردا میاد، بعد مثلا حدود هفته بعدش هم میخواد برگرده. رجیستر یه سری باز اطلاعات میده که چیز خاصی نیست. میریم توی پیج بعدی. توی این پیج شما باید حالا دیگه اطلاعات شخصیتون رو بدین، احمد محمدی قطعا ایران، حالا نشنالیتی که قرار باشه ایرانیان. یه تاریخ تولد هم واسش در نظر میگیریم، بریم بزنیم مثلا 1990، مثلا 6 مارچ 1990. یه ایمیل میدیم، من ایمیل خودم میدم،
دوباره همون ایمیل رو میزنیم. کارتون چی هست؟ کارتون هر چی هست رو میزنید. مثلا من میزنم که درایور شغلتون. حالا اینجا باید عکس پاسپورت رو بهش بدین. این عکس پاسپورت خیلی مهمه و اینکه نوع پاسپورتتون اول مشخص میکنید که میزنید پاسپورت معمولی، شماره پاسپورت میدید. مثلا من میزنم X55 83 729. بعد عکس پاسپورت رو میدید. من یه عکس پاسپورت همینجوری دارم، برم پیدا بکنم. گذاشتم. اطلاعات داده دیگه که مثلا عکس رو چطوری بذارید، درست بذارید، و اینکه نوشته که زیر 18 سال هم اگه هست باید اینجا رو بخونه. نکست میزنیم. ببینید زده استپایی که هست دیگه. استپ یک اطلاعات شخصی بود. استپ دو بعد راجع به واکسن حالا اطلاعات بدید دیگه. شما باید حالا اینجا مثلا دوز واکسنتون رو انتخاب کنید. مثلا میزنیم سینوواک. تاریخش رو باید انتخاب بکنید. مثلا میزنیم که سال قبل بوده مثلا تو این موقع. حالا اینجا باید اون فایل مال مربوط، فایل مربوط به واکسنتون رو باید اینجا آپلود بکنید. من فایل واکسن دارم اینجا، آپلود میکنم. بعد زده که اگه QR کد دارید، QR کدش هم اینجا بذارید. یه QR کدی هم من یادم داشتم و زده که یه QR کد اینجا هست، اونم میذارم. بارکدش هم اینجا گذاشته. و اینکه زده که دوز دوم، دوباره همینه دقیقا، هیچ فرقی نمیکنه. دوز دوم add more vaccination، تا سه دوز، حالا نمیدونم چهار دوز، ما تا سه دوز هم بهش اضافه کردیم، مشکلی نداشت. بعد میزنین که مشکلی نداره، اطلاعات میتونن ثبت داشته باشن. دوز دوم هم حتما میخواد. دوباره سینوواک میزنیم. دوباره این تاریخش رو باید دقت بکنید. مثلا اگه زدیم پارسال مارچ، اینو مثلا بعد یه ماه مثلا میتونید بعدش مثلا اپریل بزنید. دوباره بازم فایل بهش میدید. اگر که بارکدش رو دارید، بارکدش رو تیک میزنید بهش میدید. و نهایتا بعد اینکه دو دوز رو حداقل بشن، چون دو دوز کمتر از دو دوز قبول نمیکنه، نکست رو میزنید، میره توی پیج بعدی. اینجا چیزی که هست اینه که باید اطلاعات هتل رو بدین. این خیلی مهمه و اینجا من ببینم تا کجاشو میتونم برم جلو بهتون نشون میدم. SHA Plus، این یعنی اینکه حالا خود هتل براتون بگیره. یعنی شما حالت alternative quarantine hotel، من فکر میکنم این واسه اینه که شما تو خودتون تو قرنطینه هتل باشید یا اینجور چیزا. دقیقا نمیدونم اینا چی هستن، پس اطلاعات غلط ندم. SHA Plus رو میزنیم، یعنی که ما دنبال یه SHA Plus هتل هستیم. بازم طبق معمول اینجا لینک داده برای اینکه بتونید لیستا رو ببینید. بعد بهتون میگه که مثلا کجا میخواید تشریف ببرید. مثلا ما میزنیم بازم بانکوک، انتخاب بکنید. ما مثلا اینجا میزنیم شهر بانکوک. بعد زده اسم اون هتلی که مثلا انتخاب کردید. مثلا ما میزنیم اسم این هتل، آدرسش خودش میذاره. یه بوکینگ آیدی از شما میخواد. بوکینگ آیدی تون رو باید بذارید اینجا. تاریخ چک این و تاریخ چک اوت تون رو باید بذارید. و نهایتا فایل هتلتون رو میتونید بذارید. بذارید من یه فایل هتلم دارم که اینجا میتونم بذارم. فایل هتل رو بهتون نشون بدم. ببینید فایل هتل یه اینجور چیزی هست. ببینید اینه، مثلا ما اومدیم که این هتل رو گرفتیم و این خیلی مهمه. اینو باید حتما با هتلتون هماهنگ بکنید که این برگه رو به شما بده. اگه شما این برگه رو نداشته باشین، فقط بوک بکنید، شدنی نیست. خواهشاً بوک که کردید با هتلتون تماس بگیرید، بگید که برای طرح تستن گو تشریف میارید و حتما بوک کردنتون رو براتون هولد بکنه. قرار باشه هولد بکنه، اون وچری که شما گرفتین قبول نیست. ما این کارو کردیم، ریجکت شدیم یک بار،
یک هفته دیگه دوباره همه مسائل ما افتاد عقب. حتما بعد از اینکه بوک کردید باهاشون تماس بگیرید، یک کانفرم به شما میدن، یعنی یه جوری حتی پول لازم نیست، اصلا ما پولی ندادیم، ولی اونا ظاهرا تایید میکنن که شما پول دادین. اوکی، این اون برگه یه که به طور مثال باید به شما بدن. اونو هم ما اینجا گذاشتیم، یه تاریخ بهشون بدیم، بذاریم مثلا اصلا خودش فقط یه روز انتخاب میکنه، 17 هم تا 18 هم. یه بوکینگ آیدی میخواد، من برم بوکینگ آیدی رو بخونم ببینم که اینجا انتخاب میکنید که بیشتر از 5 روز میستین یا کمتر از 5 روز. ما میگیم که بیشتر از 5 روز میستیم و حالا میگه که آدرستون رو خارج از تایلند بذارید، شماره موبایلی که دارید و مثلا بذارید، حالا هرچی، اسم یه نفر که اگه مشکل بتونید بهش بگید ما، و حالا شماره میزنید و نکست میزنید. خب اینجا باید چی کار بکنید؟ زده Medical Insurance and Additional Documents. اینجا باید مدرک مربوط به بیمتون رو اینجا آپلود بکنید. حالا من باز دوباره به طور مثال یه مدرک بیمه به شما نشون میدم که بتونید ببینید. این به طور مثال یه مدرک بیمه هست، چند روزه، مثلا 365 روز، یک ساله باید باشه و حالا اطلاعات دیگه‌ای که دارن و اینجا میذارن براتون. یه همچین مدرکی رو باید داشته باشید که حداقل تا 20,000 دلار بتونه شما رو واکسینه بکنه. ما بریم که اینو انجام بدیم و ببینیم که چی میشه. یه شماره خیلی طولانی داره. اینجا تیک میزنید که حداقل 20,000 تا رو حتما ساپورت میکنه. بعد زده از چه روزی فعال میشه. اینجا شما روزی که مثلا حدودا وارد تایلند میشید رو میتونید براش بزنید دیگه، چون که معمولا بیمه ها، حالا اونجوری که من توی بیمه سامان دیدم، نوشته از روزی که شما از ایران خارج میشید تاریخش انجام میشه، یا برای مثلا بعضی فکر کنم از تاریخی که از ایران خارج میشید، یا حالا از تاریخی که ورود میزنید به اون کشور ثانویه. دقیقا همین فایل رو دوباره واسه شون میفرستید، تیک میزنید و همه چی گذاشته زده که اگه مدرک دیگه مورد نیازه اینجا آپلود کنید. تموم این کارا که انجام شد، دکمه نکست رو میزنید و به شما کدی به شما نشون میده که من الان معادل اون کد رو براتون میارم اینجا و میتونید ببینید که کد رهگیری شما هستش. من الان دکمه نکست رو اگه بزنم تمام اطلاعات میره برای حالا وزارت امور خارجه تایلند، برای همین دکمه نکست رو نمیزنم و از همینجا میام بیرون، ولی دارم نمونه شو، الان اون نمونه رو بهتون نشون میدم. به طور مثال اینم اون کد رهگیری هست که برای شما ایمیل میشه و یک کد تقریبا 6 رقمیه که میزنه سکسس، اون بالا نوشته تیک سبز رنگ زده که یعنی اطلاعاتتون دریافت شد. بعد بر اساس این بین 3 تا 7 روز کاری طول میکشه تا برای شما اون مدرک صادر بشه. دوستان عزیز، دیدین که خودتون به راحتی شخصا میتونید اقدام بکنید برای تایپس و کافیه که کمی وقت بذارید و مدارک داشته باشید، هیچ مشکلی نخواهید داشت. با شما مکاتبه میکنن، ایمیل بهتون میزنن، اگه کسری مدارکی داشته باشید بهتون میگن. شما باید کل این پروسه رو دوباره از نو انجام بدین اگه کسری مدرک داشتین، کمان که ما هم به مشکلی خوردیم، ولی مشکلی نیست. نهایتا ایمیل بزنید، صحبت بکنید، به نتیجه میرسید. مدارکتون اگه درست باشه معمولا خیلی سریع تایپس شما میاد و شما میتونید وارد تایلند بشین. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. اگر که کاربردی بود براتون حتما لایک بکنید و
اگر که دوست داشتین اطلاعات بیشتری راجع به تایلند بگیرین، یادتون باشه که حتما چنل رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدئوی دیگه.